برای جزئیات بیشتر همراه باشیم با نامدار بقای یزدی، استاد دانشگاه و عضو حزب محافظه‌کار از لندن. خیلی خوش آمدید آقای بقایی. الان وضعیت جانسون در حزب محافظه‌کار به چه صورتی؟ آیا مخالفان جانسون در حزب دست بالا رو دارن؟ با درود به شما خانم ملایی و بینندگان عزیز تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، خب امروز روزی که هستش که این رأی‌گیری داره الان در همین الان که صحبت میکنیم تا تقریبا 5-6 دقیقه دیگه رأی‌گیری به پایان میرسه و تا یک ساعت بعدش تا ساعت 9 امشب به وقت لندن این رأی اعلام میشه که آیا نمایندگان مجلس عوام از حزب محافظه‌کار به آقای جانسون رأی اعتماد دادن یا رأی عدم اعتماد. اگر ایشون 180 رأی رو بیاره که بهش داده باشن، این رأی اعتماد رو خواهد گرفت. ولی از اون طرف اگر تعداد کسانی که این رأی رو میدن یک چیزی حدود 34-35% این اعضا باشه، یعنی حدود بیش از 130 نفر از اعضای نمایندگان حزبش بهش رأی مخالف بدن، رأی عدم اعتماد بدن، کارش بسیار سخت میشه. با اینکه برنده میشه رأی رو امشب، ولی واقعا یک آدم زخمی هستش، آدم زخمی خواهد بود، سیاستمدار زخم خورده‌ای خواهد بود که دیگه نمیتونه، همونطور که بسیاری از نخست وزیرهای پیشین همینطور شدن و بعد از چندین ماه خانم ترزا می، خانم تاچر، آقای جان میجر، اینها هم مجبور شدن کناره بگیرن و راه رو باز کنن برای نفر بعدی و رئیس جدید حزب محافظه‌کار که در حقیقت نخست وزیر هم خواهد شد. آقای بقایی، حالا با فرض اینکه اگر جانسون از رهبری حزب و نخست وزیری به طور کلی کنار گذاشته بشه، چه گزینه‌هایی برای نخست وزیری در حزب محافظه‌کار در واقع وجود داره و چه تغییراتی اصلا در سیاست‌های دولت به وجود میاد؟ بله، خب هستن الان همین امروز آقای جرمی هانت، وزیر سابق خارجه بریتانیا و وزیر بهداری سابق، وزیر بهداشت، ایشون اعلام کرده که بایستی ما تغییری در حزب ایجاد بکنیم و آقای جانسون بایستی بره. فراموش نکنیم ایشون همون کسی بود که در دور قبلی در رقابت بود با آقای جانسون برای ریاست حزب و شکست خورد ازش با رأی نسبتاً زیادی و خب ایشون مسلماً یکی از کاندیداها خواهد بود، نسبتاً خودش رو هم دور از قوقا و جنجال نگه داشته. اشخاص دیگری مانند آقای بن والاس هستش، وزیر دفاع بریتانیا، که اون هم انسان خوبی هستش، نماینده خوبی، سیاستمدار خوبی بوده. هستن اشخاصی که خودشون رو مسلماً کاندیدا کنن، ولی نهایتاً به دو نفر میرسه اون مسابقه نهایی که در بایستی صورت بگیره. ولی خب مهم این هستش که این یک تغییر عمده‌ای که ایجاد میشه، این فرهنگ داخل حزب محافظه‌کار رو عوض بکنن. ولی خب خطری که اینجا احساس میکنن بسیاری از نمایندگان طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، طرفداران برکسیت، این هست که یک نفر که مخالف برکسیت هست بیاد سر کار و اون میتونه تغییرات مهمی رو ایجاد بکنه و جریانات به طریق دیگری پیش بره که مطابق میل اون اکثریت طرفدار برکسیت نباشه. این مسائلیه که پیش خواهد اومد، ولی بایستی صبر کنیم و ببینیم این رأی به چه صورت پیش میره و چه کسانی اگر آقای جانسون شکست بخوره پیش میان و خودشون رو برای ریاست حزب کاندیدا میکنن. سپاسگزارم از همراهی شما. نامدار بقایی یزدی، استاد دانشگاه و عضو حزب محافظه‌کار از لندن همراه ما بودید.